در این روز آمرزش یهودیان یا یوم نیروهای امنیتی اسرائیل تدابیر امنیتی در بیت المقدس و گزرگاه های بین نوار غزه و این کشور را تشدید کردند علاوه بر این و بنا به اعلام ارتش اسرائیل در رفت آمد بین کرانه باختری رود اردن و اسرائیل به مدت 48 ساعت محدودیت اعمال شده است به این ترتیب تنها حدود 400 هزار اسرائیلی ساکن کرانه باختری اجازه عبور خواهند داشت نیروهای امنیتی اسرائیل از روز یک شنبه که یک مرد فلسطینی اقدام به تیراندازی در نزدیکی مقر پلیس در بیت المقدس کرد در حالت هشدار به سر میبرند در این تیراندازی یک مأمور پلیس و یک شهروند اسرائیلی کشته شدند جشن مذهبی یوم پر از شنبه شب آغاز خواهد شد و تا چهارشنبه شب به طول خواهد انجامید بنا به اعلام پلیس اسرائیل بیش از سه هزار مأمور انتظامی وظیفه تامین امنیت در بیت المقدس را بر عهده خواهند داشت